سرخط خبرها. بخش عمران به تحریم‌های اقتصاد ایران اضافه شد. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این بخش با سپاه پاسداران ارتباط دارد. تحقیقات بی بی سی عربی نشان می‌دهد گوگل و اپل امکان فعالیت یک بازار آنلاین برده‌داری خدمتکاران خانگی را در خلیج فارس فراهم کردند. واکنش دولت افغانستان به گزارش بازرس ویژه آمریکا. وزارت دفاع می‌گوید رویکرد نیروهای امنیتی افغان تهاجمی شده. و توصیه ترامپ به رهبر حزب برکسیت با بوریس جانسون ائتلاف کنید. رئیس جمهوری آمریکا به رأی دهندگان بریتانیایی رهنمود می‌دهد. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای برای ایران در نظر گرفته. این تحریم‌ها بخش ساخت و ساز یا عمران را هدف قرار داده. آمریکا می‌گوید به این دلیل که سپاه پاسداران را با فعالیت‌های ساخت و ساز در ایران مرتبط می‌داند، این تحریم‌ها را اعمال کرده. علاوه بر آن، معامله چند کالای استراتژیک دیگر با ایران هم تحریم شده. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، گفته این تحریم‌ها کم و بیش به شکل‌های گوناگون پیشتر هم وضع شده بود. شبنم شبانی گزارش می‌دهد. تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، هدف بخش ساخت و ساز یا عمران در ایران. علت آنطور که مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا می‌گوید، کنترل بخش عمران ایران مستقیم یا غیر مستقیم توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. آمریکا سپاه را نهادی تروریستی می‌داند. تحریم بخش عمران ایران صادرات فلزات خام، محصولات نیمه ساخته ریختگری، گرافیت، زغال سنگ و بعضی نرم افزارها را برای ایران دشوار خواهد کرد. علاوه بر تحریم بخش ساخت و ساز، وزیر خارجه آمریکا معامله 4 ماده استراتژیک را برای ایران ممنوع کرده. موادی شامل برخی انواع فولاد زنگ نزن و ورقه‌های آلیاژهایی با ترکیبات مشخصی از فلزات نیکل، کروم، تیتانیوم و تنگستن. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این مواد با برنامه‌های هسته‌ای، نظامی و موشکی ایران مرتبط دانسته شده‌اند. مورگان اورتگا، سخنگوی این وزارتخانه، میگوید هدف این تحریم جلوگیری از دستیابی سپاه پاسداران به این مواد و توسعه فعالیت‌هایش است. تحریم‌هایی که به نظر می‌رسد دامنه وسیع از فعالیت‌ها و مراودات اقتصادی را در بر بگیرند. اعلام این تحریم‌های جدید تقریباً همزمان بود با اعلام تصمیم کاخ سفید برای تمدید معافیت همکاری‌های هسته‌ای ایران با چند شرکت اروپایی، روسی و چینی. معافیت‌هایی که ظاهراً هدفش کنترل بیشتر بر هر حرکت احتمالی تهران به منظور دسترسی به برنامه هسته‌ای نظامی است. تصمیماتی که به نظر می‌رسد بر همان مدار فشار حداکثری واشنگتن بر تهران حرکت کند. شبنم شعبانی، بی بی سی. بهمن کلباسی خبرنگارمون از نیویورک با ماست. بهمن، در مورد این تحریم‌های تازه بیشتر چه می‌دونیم؟ دفعه اولی نیست که وزارت دارایی و وزارت خارجه آمریکا فروش انواع اقسام فلزات رو به ایران و صادرات رو از ایران محدود کرده بودند، ولی خب به هر حال این یک قدمی دیگری است که مشخصه که بخش عمران ایران رو هدف قرار گرفته. البته با این توضیح که اونها میگن این بخش به صورت قابل توجهی زیر تسلط سپاه پاسداران هست و کاربرد داره در برنامه‌های موشکی، هسته‌ای و نظامی ایران کلاً. در نتیجه با این گام دارن سعی می‌کنن که راه‌های این بخش اقتصاد ایران رو، فضای تنفسیشو تنگ‌تر بکنن، با توجه به که کمک می‌کنه به اشتغال و یکی از به اصطلاح عوامل تولید ناخالص داخلی هست، ناخالص ملی هست در ایران. و همچنین مقامات آمریکایی مکرر میگن که دستاوردشون در این دو سال اندی که از برجام خارج شدن و تحریم ها رو بازگردوندن همین ضربه زدن به اقتصاد ایران، منفی کردن رشد اقتصاد ایران، و این رو باید در همون چارچوب دید. البته با این تذکر که این اعلام درست همزمان است با همونطور که در گزارش آمد تمدید معافیت کشورهایی که دارن با برنامه هسته ایران همکاری فنی میکنن، به نظر میاد که دولت آمریکا علاقمنده که هر 90 روز که تصمیم میگیره این معافیت ها رو تمدید بکنه، تا اینجوری که ممکنه برجسته نشه، جلوگیری بکنه از اینکه برجسته بشه این تمدید معافیت ها، و در نتیجه تعداد زیادی تحریم، بعضیش
نمادین، چون بسیاری از این نهادها و سازمانها و بانکها قبلا تحریم شدن و بعضیش هم مثل این یه مقداری فشار و افزایش میده، رو همزمان اعلام میکنن که اون خبر تمدید معافیت کمتر مورد توجه قرار بگیره. حتی در بیانیه‌ای که وزیر خارجه داده یک خط پرداخته به اینکه ما برای کنترل برنامه هسته‌ای ایران این معافیت‌ها رو تمدید می‌کنیم، ولی بلافاصله وارد همین تحریم‌های بخش عمرانی شده. به نظر میاد که این هر 90 روز ما شاهد یک چنین تکرار این روند خواهیم بود. دفعه قبلی هم همزمان با اعلام تمدید وزیر خارجه ایران رو در لیست سیاه تحریم‌ها گذاشتن. متشکرم از تو بهمن کلبسی در نیویورک. یک تحقیق بی بی سی عربی نشان می‌دهد در کویت شماری از زنان و یک نوجوان برای فروش آنلاین به عنوان خدمتکار خانگی عرضه شدند. یک کارشناس سازمان ملل آن را بازار آنلاین بردهداری غیرقانونی خوانده. این تحقیق دریافت که اینستاگرام که فیسبوک صاحب آن است در کنار اپلیکیشن هایی که گوگل و اپل ارائه می‌کنند بدون رضایت آگاهی افراد برای تجارت آنها استفاده می‌شوند. یک کاربر این شبکه‌ها به تیم مخفی بی بی سی حتی پیشنهاد فروش یک دختر نوجوان 16 ساله را مطرح کرد. جسی کلی گزارش می‌دهد. در خلیج فارس زنهایی را که به عنوان خدمتکار خانگی استخدام شدند از طریق آنلاین و با استفاده از اپلیکیشن های تایید شده گوگل و اپل به فروش می رسانند. بی بی سی عربی به صورت مخفی در کویت به دنبال تهیه گزارش رفت تا از این تجارت آنلاین بهت‌آور و ناراحت کننده پرده برداری کند. این تجارتی است که قول‌های فناوری سیلیکون ولی امکانش را فراهم کردند. اگه گوگل، اپل، فیسبوک یا هر شرکت دیگه ای اپلیکیشن هایی مثل اینها رو تبلیغ یا میزبانی میکنن، دارن یه بازار بردهداری آنلاین رو تبلیغ میکنند. تیم بی بی سی با 57 کاربر اپلیکیشن فورسه صحبت کرد. این اپلیکیشن در گوگل پلی و اپ استور اپل در دسترس است. در فورسل خدمتکارها در کنار ماشین‌ها و تلویزیون‌ها به فروش می‌رسند. تیم بی بی سی با موارد نقض قوانین بین‌المللی و داخلی در ارتباط با بردهداری مدرن و قاچاق انسان برخورد کرد. بیشتر زن‌ها خبر ندارند که برای فروش در اینترنت تبلیغ می‌شوند. یکی از کاربران سعی کرد بچه ای را به تیم ما بفروشد. و شخص دیگر که پلیس بود آنها را تشویق به نقض قوانین کویت کرد. در خلیج فارس ویزای خدمتکارها به حامیشان وابسته است. آنها نمی توانند بدون اجازه حامیشان کار یا کشور را ترک کنند. این مشکل نظامیه که کارفرما فکر میکنه مالک کارگره، اما نباید اینطور باشه. کویت یکی از قوی ترین قوانین را در مورد حمایت از خدمتکارها در منطقه دارد، اما اپلیکیشن هایی مثل فورسل، اینستاگرام و حراج در عربستان سعودی کارفرماها را قادر میکنند که در ازای سود حمایت مالی از این کارگران را بفروشند. ما با این رفتار در جنگیم. این نوع وبسایت ها و اپلیکیشن ها باید با دقت بررسی بشن. هیچ اقدام قانونی علیه پلیس یا زنی که میخواست بچه‌ای را به ما بفروشد انجام نشده است. هر دوی آنها درخواست بی بی سی برای پاسخ دادن را رد کردند. فورسل حالا بخش خدمتکارهایش را حذف کرده. این پاسخی است که به ما دادند. این اتهامات وحشتناک است و فورسیل آنها را محکوم می کند. فورسیل متعهد است که تجارت خود را به صورت اخلاقی و مطابق با قوانین و مقررات کویت پیش ببرد. دولت کویت نظر بیشتری نداد. فیسبوک که مالک اینستاگرام است به ما گفت: پس از تحقیقات هشتگ خادمات و للتنازل را ممنوع کردیم، چون محتویات از سیاستهای ما را نقض می کرد. ما همچنین 703 حساب متخلف را حذف کردیم. اما ما در اینستاگرام صدها پست پیدا کردیم که از هشتگ‌های مشابه برای فروش خدمتکارها استفاده می‌کنند. همین حالا اپلیکیشن‌های در کشورهای دیگر خدمتکارها را برای فروش پیشنهاد می‌کنند. حراج، اپلیکیشن کالا که در عربستان سعودی استفاده می‌شود، جوابی به ما نداد.
اما شرکت های گوگل و اپل به بی بی سی گفتند این نوع رفتار در فروشگاه های اپلیکیشنشان جایی ندارد و اینکه آنها با سازندگان اپلیکیشن ها همکاری می کنند تا از چنین فعالیت های غیرقانونی در شبکه هایشان جلوگیری کنند. جسکلی، بی بی سی نیوز. خبر خوب این که دختری که در این گزارش بی بی سی فهمید که قصد داشتن او را در کویت بفروشند به خانه‌اش در گینه در غرب آفریقا برگشته و هفته پیش مدرسه رفتن را هم شروع کرده. هزاران نفر امروز در میدان تحریر بغداد برای یکی از بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در سالهای اخیر تجمع کردند. دست کم 250 نفر در یک ماه گذشته در ناآرامی‌ها کشته شدند و دیشب تنها 50 نفر زخمی شدند بعد از آنکه رئیس جمهوری بر همساله هزامادگی حکومت برای برگزاری انتخاباتی زودرس خبر داد. در کربلا آیت الله علی سیستانی رهبر شیعیان کشور در اطلاعیه‌ای علیه دخالت‌های خارجی در ناآرامی‌ها هشدار داده. کسرا ناجی و جزئیات بیشتر. میدان تحریر بغداد، میدان آزادی، جشن و سرور تظاهر کنندگان بعد از آنکه رئیس جمهوری در سخنانی تلویزیونی از آمادگی دولت برای استعفا خبر داد و یک انتخابات زودرس. بعد از یک ماه ناآرامی و تظاهرات به نظر می رسد که تظاهر کنندگان خودشان را به هدف نزدیک می بینند. میخواهم تاکید کنم به عنوان رئیس جمهوری من با برگزاری انتخابات زودرس موافقم. بر اساس قوانین تازه انتخابات و تشکیل کمیسیون انتخابات مستقل و خبر آمادگی نخست وزیر برای کنارگیری. نخست وزیر هم در واکنش به تظاهرات گسترده مردم توافق کرده که کنار برود، اما از احزاب خواسته که در مورد جانشین او اول به توافق برسند تا خلأ قانونی پیش نیاید. در میدان تحریر این قولهای رئیس جمهوری خوب است، اما ظاهرا کافی نیست. این مرد میگوید نخست وزیر عادل عبدالمهدی چه استعفا بدهد چه ندهد مسئول ریختن خونهای تظاهر کنندگان میدان تحریر است. و این مرد میگوید مردم دیگر میدانند چه میخواهند. او میگوید احزاب جنایتهای بزرگی کردند و مردم نه سیاست ندارند، تصمیم خودشان را خواهند گرفت. و این میدان تحریر بغداد امروز آغاز تجمع هزاران نفر در آنچه انتظار می رود یکی از بزرگترین اجتماعات اعتراضی در عراق در سالهای گذشته باشد. فضای صلح‌آمیز در این جشن مردمی کسانی که می خواهند بر سرنوشتشان حاکم بشوند. تا کنون دست کم 250 نفر در تظاهرات در گوشه و کنار کشور کشته شدند. هزاران نفر مجبور در این قیام برای کنار گذاشتن فساد سیاستمداران و دولت. در کربلا محله یکی از تظاهرات خونین در روزهای گذشته امروز در نماز جمعه سخنانی تازه از آیت الله سیستانی رهبر شیعیان عراق از زبان امام جمعه شهر که گفت اصلاحات یک ضرورت است و اجزای آن را مردم عراق خودشان تعیین می کنند. هیچ کسی یا گروهی، هیچ طرفی، هیچ قدرت منطقه‌ای یا بین‌المللی نباید در اراده مردم عراق دخالت کند و اراده خودش را تحمیل کند. اشاره آیت الله سیستانی به کشورهای منطقه و آمریکا درست یک روز بعد از اینکه گزارش شد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در جلسه ای با مقام های دولت عراق از آنها خواست نگذارند دولت سقوط کند. در میدان تحریر امروز امید به آینده بیشتر از هر زمان دیگر در این خیزش عمومی. کسرا نجی، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. تحریم‌های تازه آمریکا علیه اقتصاد ایران بخش عمران و ساخت و ساز را هدف گرفت. رئیس بانک مرکزی میگوید قبلا هم کم و بیش وضع شده بودند. تحقیقات بی بی سی عربی نشان می‌دهد گوگل و اپل امکان فعالیت یک بازار آنلاین بردهداری خدمتکاران خانگی را در خلیج فارس فراهم کردند. در ادامه این برنامه
یافته های یونیسف نشان می‌دهد 70% دختران در افغانستان از ترس نازایی در دوره قاعدگی حمام نمی‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با یکی از سیاستمداران طرفدار برگزیت گفتگو کرد. آقای ترامپ تلفنی در برنامه رادیویی نایجل فراج رهبر حزب برگزیت شرکت کرد و در این برنامه از جرمی کوربین رهبر حزب مخالف انتقاد کرد. آقای ترامپ از طرح پیشنهادی بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم انتقاد کرد و گفت این طرح ممکن است برای معاملات تجاری آینده با آمریکا مشکل ایجاد کند. گزارش کریس باکلر را ببینید. مستر نایجل Farage. They've shared a stage. این دو در کنار هم سخنرانی کردند و عقاید سیاسی مشابهی دارند. بنابراین وقتی نایجل فاراج رهبر حزب برگزیت بریتانیا از دوست قدیمیش دعوت کرد در برنامه رادیویی‌اش شرکت کند، آقای ترامپ پذیرفت و در این مصاحبه برخلاف عرف دیپلماتیک از بوریس جانسون در انتخابات حمایت کرد. روابط عالی با خیلی از رهبرها از جمله بوریس دارم که آدم فوق‌العاده‌ایه. به نظرم مناسب ترین آدمه. میدونم که تو و اون با هم کارهای عالی خواهید کرد. نایجل فاراج به پیشنهاد آقای ترامپ برای همپیمانی رهبران حزب محافظه‌کار و حزب برگزیت بریتانیا روی خوش نشان داد. رئیس جمهوری آمریکا در این مصاحبه رادیویی به تندی از جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انتقاد کرد. کوربین برای کشورتون بد خواهد بود. آقای کوربین در توییتر جواب داد که دونالد ترامپ می‌خواهد در انتخابات مداخله کند تا به پیروزی رفیقش بوریس جانسون کمک کند. رؤسای جمهوری آمریکا قبلا هم در مورد انتخابات بریتانیا اظهار نظر کردند. از جمله باراک اوباما در زمان همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا در مورد چشمانداز پیمان تجاری با بریتانیای بیرون اتحادیه چنین گفت. بریتانیا ممکنه بره ته صف. خیلی ها معتقدند که این کار به نفع طرفداران خروج تمام شد. اما آقای ترامپ هم که به مذاکرات تجاری علاقمند است گفته که توافق خروج که آقای جانسون به دست آورده ممکن است پیمان تجاری با آمریکا را بسیار دشوار کند. ما می‌خوایم با بریتانیا تجارت کنیم و آنها هم مشتاقند، اما راستش بعضی جنبه‌های این توافق جلوی کار رو می‌گیره. کریس باکلر، بی بی سی نیوز، واشنگتن. بهرنگ تاجدین همکارم اینجا در استودیو با ماست. بهرنگ، چطوره که آقای ترامپ دعوت میشه به یک برنامه در مورد انتخابات بریتانیا؟ ببین، نایجل فراج رهبر حزب برگزیت احتمالاً بزرگترین دشمن اتحادیه اروپا در بریتانیا است و از این جهت با آقای ترامپ شباهت زیادی داره. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم خیلی از اتحادیه اروپا بعدش میاد، شاید بیشتر از هر چیزی به خاطر اینکه آقای ترامپ دوست داره که کشورها دونه دونه بیان مثلا با آمریکا مذاکره کنن. مسئله اینه که در دولت قبلی آمریکا، دولت باراک اوباما، اتحادیه اروپا داشت با آمریکا در مورد یک پیمان تجارت آزاد مذاکره میکرد، ولی مسئله اینه که اتحادیه اروپا چون یک نهاد بین المللی با قوانین مشخص، هر امتیازی نمیتونه بده، در صورتی که آمریکا اگه با یک کشور بخواد مذاکره کنه میتونه اون امتیازها رو خیلی راحت تر بگیره. اتحادیه اروپا امکان به نوعی امکانی کنار گذاشتن مقرراتش رو برای یه دونه پیمان تجارت آزاد به این راحتی نداره. به همین خاطره که آقای ترامپ هم از اتحادیه اروپا بعدش میاد. و فراموش نکنید که نایجل فراج در دوران مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری آمریکا به آمریکا رفت، تو چند تا از کمپین های در واقع سخنرانی های انتخاباتی دونالد ترامپ هم شرکت کرد، به نفع آقای ترامپ در واقع سخنرانی کرد و الان آقای ترامپ به نوعی داره اون در واقع اون لطف آقای فراج رو برمیگردونه، به این ترتیب که میاد حرفی میزنه که در واقع حمایت از موضع نایجل فراجه. نایجل فراجی که از توافقی که بوریس جانسون با اتحادیه اروپا برای خروج بریتانیا به دست آورده همچین دل خوشی نداره و ترجیحش اینه که بریتانیا بدون توافق بیاد بیرون و آقای جانسون هم این توافق فعلی رو کنار بذاره. این حزب برگزیت الان در انتخابات بریتانیا قرار چه تأثیری بگذاره؟ ببین، مسئله اساسی اینه که در داخل خود حزب برگزیت آقای فراج هم یه سری اختلافایی هست. یه عده از این توافق جدیدی که آقای جانسون به دست آورده راضی‌اند و میگن
باید این حزب کنار بکشه، اجازه بده حزب حاکم محافظه‌کار اکثریت مجلس رو به دست بیاره، این توافق رو تصویب کنه و بریتانیا رو سه ماه دیگه از اتحادیه اروپا بیاره بیرون. یک عده دیگه این که میگن که نه، این توافق هم قابل قبول نیست و باید در واقع بریتانیا بی توافق بیاد بیرون. حالا الان بحث اصلی سر اینه که حرف آقای فراج اینه که به بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا میگه بیاین یک ائتلافی داشته باشیم، ما در خیلی از کرسی‌ها مثلا نماینده معرفی نمی‌کنیم از طرف حزب برگزیت که شانس حزب محافظه‌کار برای پیروزی بیشتر بشه، شما هم بیاین در یه سری از کرسی‌هایی که دست حزب کارگره در واقع کاندیدای معرفی نکنید، حزب برگزیت رأی بیاره و اینجوری با هم دیگه ائتلاف کنن. ولی دولت آقای جانسون کاملا با این پیشنهاد مخالفت کرده و مسئله اساسی اینه که اگر حزب برگزیت بتونه رأی زیادی رو به دست بیاره، بیشتر این ریزش آرا از حزب محافظه‌کاره، بخشش هم از حزب کارگره. در نتیجه خیلی تو این انتخابات میتونه مسئله کلیدی باشه اینکه حزب برگزیت چقدر در واقع تو چند تا کرسی میاد نماینده معرفی میکنه و چقدر آرا از این دوتا حزب میگیره. مسئله اینه که اگر که یک سری از طرفداران برگزیت به حزب برگزیت رأی بدن به جای حزب محافظه‌کار، ممکنه در یه سری از کرسی‌ها حزب کارگر رأی بیاره که سیاست اصلیش اینه که یک رفراندوم دوم برگزار کنه. متشکرم از تو بهرنگ تجدید اینجا در استودیو با ما. نیروهای روسیه و ترکیه گشت‌های مشترک خود را در شمال شرقی سوریه آغاز کردند. این عملیات بخشی از توافق برای توقف حمله ترکیه به جنگجویان کرد محسوب می‌شود. به کردها 150 ساعت فرصت داده شده بود تا به طور کامل از مناطق مرزی خارج شوند. تا کنون حدود 10 دستگاه زرهی از ترکیه و روسیه در این گشت‌ها شرکت کردند. در لبنان بعد از دو هفته تعطیلی به دلیل اعتراض‌های گسترده به فساد و بحران اقتصادی، بانک‌ها دوباره باز شدند در حالی که جلوی آنها صف‌های طولانی تشکیل شده. نگرانی‌ها درباره اینکه مشتری‌ها برای خارج کردن پس‌اندازشان به بانک‌ها هجوم بیاورند بی مورد بوده است. بر اساس گزارش‌ها پلیس ضد شورش برای بیرون کردن معترضانی که برای مدت کوتاهی مقر انجمن بانکداری را در بیروت اشغال کرده بودند فراخوانده شد. بانک مرکزی لبنان انتقال دارایی به خارج از کشور را ممنوع نکرده تا برای سرمایه‌گذاری در لبنان که سخت به آن نیازمند است مانع ایجاد نکرده باشد. وزارت دفاع افغانستان گزارش یک نهاد آمریکایی ناظر بر بازسازی افغانستان را رد کرده که گفته بود در تابستان امسال بیشتر تلفات نیروهای ارتش افغانستان در جریان دفاع از مواضعشان در مقابل طالبان بوده. سخنگوی وزارت دفاع گفته روی کرده ارتش از پارسال تغییر کرده و از دفاعی به تهاجمی تبدیل شده. سازمان سیگار که هر سه ماه یک بار گزارشی را درباره بازسازی وضعیت امنیتی افغانستان منتشر می‌کند، همچنین گفته تلفات نیروهای افغان نسبت به پارسال به تابستان پارسال 5% هم بیشتر شده. ساعتی پیش از میرزا محمد یارمند، کارشناس نظامی و معاون پیشین وزارت داخله افغانستان، درباره آمار تکان دهنده تلفات نظامی در افغانستان و دلایل آن پرسیدند. در افغانستان یک جنگ فرسایشی 18 ساله جریان داره. در اینجا عدم یک استراتژی که حقیقت جنگ افغانستان در اون متبلور باشه مشکلات جدی خود داشته که تا به اکنون دیده نشده. اگر استراتژی ها بوده تحت شعای روش های سیاسی تنظیم شده. موضوع دیگری که سربازا را سبب تلفات سرباز شده، او عبارت از عدم تعبیه درست قوا است که قوا به شکل درست تعبیه نشده، جنگ فرسایشی شده، سبب خستگی سرباز شده، اختلافات سیاسی که در بین سیاسیون افغانستان بوده، تبعات اختلافات در اذهان سرباز اثر منفی گذاشته. به همین ترتیب مذاکرات صلح افغانستان قاعده هست، نظامی ها از مسائل سیاسی دورتر نگاه باید شوند، مسئله صلح از اذهان سرباز این را تداعی میکنه که ما که 6 ماه بعد به صلح میرسیم چرا امروز هم دیگر را بکشیم. اینطور یک وضعیت سببی از این شده که تلفاتی وجود داشته باشه، هرچند که اردوی افغانستان در چند ماه اخیر به طرف تعرض گذشته و تلفات زیادی را هم به دشمن وارد کرده، اما علل و عواملی را که ما اگر جستجو بکنیم چرا در حالت دفاع تلفات زیاد شده،
امین است. مثلا عدم تناسب طبیعی قوا در یک محل که اونا لحاظ کثرت قوای انسانی نسبت به دشمن مشکل خود دارن. و همین ترتیب در حین کمک رسانی که کمک به موقع رسانده نشود، انتقال مجروحین و مصدومین باید به موقع انتقال شود. البته کثرت وظایف به وزارت دفاع این مشکلات را بار آورد که رسیدگی کرده نتانه و این تلفات رخ بده. هرچند که ما تا کنون تحقیق سیگار را نخواندیم، اما جانبازی اردوی ملی افغانستان را تقدیر میکنه، اما متاسفانه که این تلفاتی وجود داشته. مثلا تلفاتی که ما در فرا داشتیم، تلفاتی که در سایر نقاط داشتیم، در کندوز داشتیم، در بغلان داشتیم، در هر جا. فکر میکنید که رهبران نظامی در مدیریت جنگ و این کاهش تلفات چه نقشی میتونند بازی کنند؟ خب مدیران نظامی به عقیده ما باید دست سیاست از اردوی افغانستان قطع شود و اردوی افغانستان بگذارند به وزیر دفاع و لوی درستیزی افغانستان و همین ترتیب قدمه های سیاسی، استراتژیک، عملیاتی، تکتیکی، بخشای پالیسی، پلانگذاری همه به اختیار خود داشته باشند که اونا بتانند حقیقت جنگ افغانستان در نتیجه یک تحقیق تثبیت بکنند و اساسی از او پلان بگیرند. زمانی که پلان در اختیار سیاست قرار گرفت و معیارهای بسلکی در اختیار سیاست قرار گرفت، این مشکلات بار میاد. میرزا محمد یارمند بود، کارشناس نظامی و معاون پیشین وزارت داخلی افغانستان. یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، میگوید 70% دختران مدارس افغانستان به دلیل ترس از نازایی در دوره عادت ماهیانه حمام نمی کنند و 29% دیگر از دختران در این فرصت به مدرسه نمی روند. وزارت آموزش و پرورش افغانستان میگوید با وجود تلاش برای آگاهی دهی در این مورد، هنوز هم 50% از دختران در این مورد آگاهی کافی ندارند. از نجمال سما شفاجو، متخصص زنان و زایمان در کابل، در این مورد با این باورها پرسیدیم. برعکس که در فرهنگ افغانی است که حمام گرفتن سبب دردای عادت ماهوار میشه یا ای که سبب نازاییشان میشه، سبب میکروب گرفتنشان میشه، برعکس حمام گرم سبب ازی میشه که رگایشان نرم شوه، خون درست جریان بکنه و سبب از بین رفتن دردشان میشه و همچنان خود حمام گرفتن سبب ازی میشه که میکروب از بدنشان پاک شوه و همچنان خلاصی پیدا کنن، رهایی پیدا کنن از میکروب ها. زمان عادت ماهوار زمانی است که پاور هیدروژن یا پی اچ خود ناحیه تناسلی تغییر میکنه و چانس است که میکروب ها در اینجا مداخله بکنه و اگر پاک نگهداری نشه، پس میکروب ها ممکن است که امو ساحه را التهابی کنه یا میکروبی بکنه و همچنان امکان ازی است که به طرف بالا صعود بکنه و سبب امراض خطرناک شوه. پس بر از اینا است که در این جریان حمام بگیرن. گپ غلط است که میگن حمام نگیرن، مایات زیاد بگیرن. در کلچر افغانی ای هم است که میگن مایات باید نخوری، ترکاری باید نخوری، مخصوصا مشتقات لبنی یا ماست میگن که نخورین که سبب نازایی میشه، سبب دردهای عادت ماهوار میشه، سبب ازی میشه که شما گزک شوین یا آبگیر شوین. در حالی که اینی مفکوره های بسیار غلط است که رواج شده که باید ازی مفکوره ها بپرهیزن و برعکس ازی باید عمل بکنن، چون وقتی که برعکس عمل میکنن به فایدهشان از دلایلش پیشتر گفتم. گفتگویی بود با دکتر نجمال سما شفاجو، متخصص زنان و زایمان در کابل. میرسیم به پایین این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.